با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم. نسرین ستوده زندانی سرشناس سیاسی که با انتشار نامه‌ای در اعتراض به عدم آزادی زندانیان سیاسی در دوران کرونا و شرایط نابسامان زندانها از 21 مرداد دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از تحمل 46 روز اعتصاب غذا و بستری شدن در بیمارستان در جمعه 4 مهر به اعتصاب غذای خود پایان داد. در زمانی که ما وارد دور دوم شیوع ویروس کرونا شده ایم و تعداد مبتلایان به بیماری کرونا نه تنها در دنیا بلکه در ایران رو به افزایش است و همگان نگران جان خودشون و عزیزانشون هستند، در زمانی که زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در دوران کرونا باید از زندانها به مرخصی بیان و یا زندانیان سیاسی آزاد بشن، کماکان زندانیان سیاسی در زندانها به سر میبرن و عملا رژیم جمهوری اسلامی با ممانعت از آزادی زندانیان سیاسی نه تنها زندانیان سیاسی رو داره شکنجه میکنه، بلکه خانواده های زندانیان سیاسی رو نیز از این طریق داره شکنجه میکنه. در برنامه امروز رو در رو ما با آقای رضا خندان همسر نسرین ستوده خواهیم بود و در ارتباط با آخرین وضعیت سلامتی نسرین ستوده و مسئله اعتصاب غذا و اینکه در دوران اعتصاب غذا چه صدماتی از نظر جسمانی به ایشون وارد شد و همکنون در چه وضعیتی قرار دارن و اینکه به هر صورت آیا رژیم جمهوری اسلامی دست به مرخصی زندانیان سیاسی و نسرین ستوده خواهد زد و اونها را آزاد خواهد کرد، یا اینکه کماکان باید همگان نگران جان عزیزانشون باشن. با سلام به شما آقای رضا خندان عزیز، با تشکر از اینکه به ما وقت دادین تا در برنامه امروز رو در رو ما با شما باشیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان برنامه‌تون. منم خوشحالم که در خدمتتون هستم دقایقی و آرزوی سلامت برای همه شما دارم. خیلی ممنون آقای خانم. لطف کنین برامون توضیح بدین خانم ستوده ته نامه‌ای که منتشر کردن اعلام کردن که به اعتصاب غذایشون پایان دادن، لطف کنین برامون توضیح بدین که در این نامه روی چه نکات مهمی ایشون اشاره کرد. بله، همونطور که میدونید از 5 روز پیش بعد از 46 روز اعتصاب غذا همسر من اعتصابش رو شکست و هدف اصلی ایشون مطرح کردن شرایط زندانیان سیاسی و معضلی به نام زندانیان سیاسی که سالهای سال تو ایران وجود داره و روز به روزم بحرانی تر میشه. هدف ایشون مطرح کردن این بحران در افکار عمومی و جلب توجه افکار عمومی داخل و خارج و تمام جهان به ویژه سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی به این موزل بود، تا بلکه با توجه و فشار آوردن به دولت ایران شرایط برای زندانیان سیاسی تغییر کنه. اگر از من بپرسید اتفاقی که افتاد اتفاق خیلی خوبی بود، از این جهت که این توجه خیلی جامعی بود، همه جانبی بود و تمام دنیا واکنش نشون دادن، از اشخاص، هنرمندان تا نهادها و سازمانهای بین المللی چه داخل ایران چه خارج از ایران، خب توجه بسیار به این موضوع معطوف شد. امیدوارم که در آینده بتونه تأثیرات مستقیم خودش هم بذاره و شرایط زندانیان سیاسی تغییر بکنه. الان 5 روزه که ایشون اعتصاب غذاشو شکسته و همچنان توی قرنطینه بند زنان هستش. خب شما یه 46 روز مدت خیلی کمی نیست، مدت خیلی زیادیه. لطف کنین یه تصویری به ما بدین که در این 46 روز به شما و به خانم ستوده و به خانواده چی گذشت و چه شرایطی رو پشت سر گذاشتیم. ببینید اعتصاب غذا واقعا برای یک فردی که اعتصاب غذا میکنه خیلی خیلی فشار جسمی و حتی گاهی فشار روحی ممکنه بیاره،
نمیخوام بگم به همون نسبت، اما خانواده و اطرافیان و کسانی که به هر حال درگیر این موضوع هستن لحظه به لحظه با فرد اعتصاب کننده درگیرن، یعنی همش فکرشون شبانه روز درگیر اون فرد هست، الان غذا خورد نخورد، الان تحت چه فشاریه، دقیقا لحظه به لحظه اون بین اعضای تک تک اعضای خانواده و کسانی که به هر حال فرد رو میشناسن و دنبال میکنن وجود داره. من این نگرانی و حراس رو به ویژه این دفعه در تک تک افرادی که دوستانی که تماس میگرفتن از جای جای جهان و نسرین رو میشناسن مستقیم و غیر مستقیم پیگیری میکردم و این نگرانی رو کاملا میتونستم حس بکنم و طبیعیه که افراد به نسبت اینکه به لحاظ نسبی نزدیکترن، به لحاظ پیوندی نزدیکترن، خب این نگرانی بسیار بیشتر بود. به اضافه اینکه طول مدت اعتصاب غذا واقعا 46 روز زمان بسیار زیادیه، خیلی خیلی بیش، یک ماه و نیم کم زمانی نیست. شما فکر کنید که فقط بخواین سر پا وایستین، نمیدونم بخواین یه کار عادی تکراری رو 46 روز مداوم بخواین بکنید، غذاتون هم بخورید، انرژی هم بگیرید، واقعا کار بسیار بسیار سنگینیه. البته به همین دلیله که تأثیرات عمیقی میذاره تو لایه‌های مختلف اجتماعی. نسرین فقط یک بیانیه داده بود، شروع کرده بود، اما به قدری این اتفاق تکان دهنده و به قدری نگران کننده است که میتونم به جرأت بگم و شما شاید بهتر از من خارج از ایران متوجه شده باشید، خب افکار عمومی تمام جهان رو، افرادی که پیگیری میکنن مسائل نقض حقوق بشر رو، تحت تاثیر قرار داده بود. این به دلیل ماهیت خود اون موضوع هست و اتفاقی که افتاده بود یک همبستگی داخلی و بین المللی رخ داده بود و ما بازتاب‌های اینو تو بیانیه‌های مختلفی که سازمان‌های مختلف حقوق بشری دادن، نهادهای زیر نظر سازمان ملل دادن و حتی بسیاری از مجالس کشورهای اتحادیه اروپا واکنش نشون دادن، افراد به صورت خصوصی گروهی بیانیه دادن، نامه دادن، به شکلی درگیر کردن خودشونو با این موضوع، همه اینها نشون دهنده اینه که عمق نگرانی از وضعیت اعتصاب کننده واقعا بسیار بالاست که این همه واسطابم داشته. خب همونجوری که خودتون اشاره کردین، با حمایت ها و همبستگی های وسیع این مسئله روبرو شده، هم در ایران و هم در خارج از ایران. البته الان بیشتر فوکوس در ارتباط با زندانیان سیاسی در ایران و نقض حقوق اولیه زندانیان سیاسی است و همه دنیا راجع به این مسئله متمرکز. لطف کنین توضیح بدین که خود این همبستگی ها و حمایت ها چه تأثیری در ارتباط با خانم ستوده داشته و همچنین چه برخوردی رژیم جمهوری اسلامی این مسئله صورت. اگر منظور این باشه که ایشون رو الان مرخصی داده باشن یا قصد مرخصی دادن داشته باشن، خب قطعا یا آزاد کردن، قطعا این اتفاق تا این لحظه نیفتاده. اما من ایمان دارم که خب این تأثیرات دراز مدتی لاقل خواهد گذاشت و تأثیراتش رو قطعا ما در آینده خواهیم دید. کما اینکه علاوه بر این موضوع کیفیت زندان هم قطعا تأثیر داره، این فشارها و این همبستگی که ایجاد میشه و داخل زندان به راحتی نمیتونن هر کاری دلشون خواست با زندانی بکنن، کما اینکه حتی در شکل به اصطلاح پیگیری مسائل مربوط به بیمارستان زندانیا قطعا تأثیر خواهد گذاشت. خب آقای خندان، خانم ستوده از نظر جسمی به مداوای پزشکی احتیاج دارن و خودشون هم در ارتباط با مسئله اعتصاب غذا در بیمارستان بستری شده بودن. آیا هیچ برخوردی، هیچ خبری از مسئولین در ارتباط با اینکه ایشون به بیرون از زندان منتقل بشه، حداقل به مرخصی بیاد، در بیمارستان بستری بشه، آیا هیچ
برخوردی از طرف اونها صورت گرفته و یا نه هیچ خبری نیست؟ تا اونجایی که میتونم آخرین بار صحبت کردم باشون هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. البته ایشون یه عمل آنژیو همون بیمارستان طالقانی پزشکا گفته بودن که باید انجام بشه. فکر میکنم ترجیح بر اینه که یه مدت ایشون از اعتصاب غذاش سپری بشه و شرایط جسمیش یه مقدار بهتر بشه تا اینکه آمادگی داشته باشه بره آنژیو انجام بده، چون با حالت ضعف و اعتصاب غذا این ریسک این آنژیو بسیار بالا بود و خطرناک بود. اما چند هفته دیگه شاید راحت تر بشه که این کار انجام داد. اما نه، تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده اونجا یا صحبتی نشد. با تشکر بسیار زیاد از شما آقای خندان گرامی که به ما وقت دادیم، با امید آزادی همه زندانیان سیاسی در با تشکر شما. خیلی ممنونم از شما. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. من محمود احمدی در کنار کارگردان فنی برنامه رو در رو حامد جمالی براتون روزها و شبهای خوبی رو آرزو می‌کنم. شب روزتون.